با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان، خاصه همیهنان عزیز در مام میهن. برنامه های خبری تحلیلی شبکه تلویزیونی ایران فردا را پی میگیریم با برنامه شامگاهیان سوی خبر و مروری بر تازه ترین اخبار و گزارش های دریافتی از ایران، منطقه و همینطور جهان. نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب. ادامه دور جدید مذاکرات هسته‌ای در واپسین روزهای باقی مانده تا مهلت نهایی توافق با اظهار امیدها و بیمها از روند مذاکرات، همینطور تشدید تنش‌های دیپلماتیک و کلامی میان دو کشور ایران و عربستان سعودی، ادامه واکنش‌ها به ماجرای تهاجم علیه مطهری در شهر شیراز توسط جمعی از اوباشان موسوم به انصار حزب الله، و در نهایت بروز نزاع ذهنی میان سران نظام فقها و شهروندان در پاسداشت آیین کهن و دیرین چهارشنبه سوری، اهم مطالب و موضوعات خبری برگزیده امشب سه‌شنبه 26 اسفند ماه ایرانی است که در 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان گرام خواهد رسید. نخست می‌گشاییم با رویدادهای هسته‌ای که بر صدر رسانه‌ها هم از داخلی و خارجی قرار گرفت. محمد جواد ظریف در ساعت پایانی دوشنبه شب با همتایان اروپایی خود در گروه 5+1 و نیز رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کرد. Different things today from the Iranian Foreign Minister Zarif and from US Secretary of State John Kerry. Before they went into their talks, they had a 5-hour session by any stretch that is relatively long face-to-face talks early in the day on Monday. Now, what they said going in was different. در این دیدار پنج جانبه معاونان وزرای خارجه نیز حضور داشتند. هنوز جزئیات مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با وزرای خارجه 5+1 اعلام نشده، اما ظریف بعد از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا می گفت بالاخره به نتیجه خواهیم رسید. در این میان روزنامه‌های تهران نیز واکنش‌های گسترده داشتند، از جمله کائنات در سر تیتر اصلی شماره امروز از سیگنال مهم واشنگتن به میز مذاکرات هسته‌ای خبر می‌داد و پرده برمی‌داشت که ایران و حزب الله از فهرست تروریستی آمریکا حذف شدند. در سوی دیگر لوران فابیوس وزیر امور خارجه کشور فرانسه روز دوشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که هنوز اختلافاتی در مذاکرات باقی مانده است و دو طرف در مورد نقاط حساس و مهمی نیاز است تا به راه حل منطقی دست یابند. ایشان می گفت که ما خواستار دستیابی به توافقی هستیم که منطقی باشد و پیشرفت هایی هم در این زمینه صورت گرفته، اما موارد اختلافاتی نیز هنوز وجود دارد. این مذاکرات در حالی صورت گرفته است که مقام های دو طرف در رسیدن به توافق تا پایان ماه جاری میلادی تردید زیاد کرده اند. یک مقام بلند پایه آمریکایی نیست که خواست نامش فاش نشود، در پایان روز دوشنبه در گفتگوی با خبرنگاران می گفت که نمی داند خطوط کلی توافق تا روز 31 ماه مارس میلادی قابل دسترسی است یا خیر. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در آخرین نشست مطبوعاتی خود در سال جاری می گفت چارچوب های مذاکرات توسط رهبری مشخص شده است. آقای لاریجانی با اشاره به بیانیه دیروز نمایندگان مجلس می گفت که البته مجلس نیز در قالب این چارچوب مواردی را مشخص کرده است.
در کنار این نظارت بر موضوع مذاکرات بخشی از وظیفه ماست که با این کار موجب پویایی مذاکرات می شویم که بیشتر به گمان تشریفاتی به نظر می رسد. لاریجانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید آیا نیاز به تصویب توافقنامه هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی وجود دارد می گفت در روش کار جمهوری اسلامی ایران پرونده هایی که در اختیار شورای امنیت ملی قرار دارد به دلیل معزونیت رهبری قابلیت تصمیم گیری وجود دارد، هم مجلس و هم دولت در این مسیر قرار دارند و با هم فکری هم عمل می کنند که تحت اشرافیت مقام رهبری ایران است. معزونیت که تأکید دارد یعنی همه امور با اذن آیت الله علی خامنه ایست. در این زمینه و مضمون بیشتر روزنامه های امروز منتشر در تهران خاصه طیف تحول خواهان تیتر و مطالب اصلی رو به موضوع مذاکرات هسته‌ای در سطح وسیع اختصاص دادن. از جمله روزنامه قانون خانشی متفاوت از این دور از مذاکرات را برگزید و با ترسیم تصاویری از جان کری و جواد ظریف می نوشت ودای آمریکا با گزینه های روی میز که حاکی از پایان تهدیدات و نزدیکی به توافقات است. ادامه یان سوی خبر با موضوع هسته‌ای. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در این راستا تأکید کرد که در نشست روز دوشنبه بیشتر بحث ها عملگرا و اجرایی بود و با این روند شاید بتوان به راه حل ها نزدیک شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای عراقچی پس از پایان نشست دو جانبه میان ایران و آمریکا در لوزان سوئیس در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه نشست امروز در مجموع راضی کننده بود اینگونه میگفت که روال کار کاملا مشخص است، باید در همه موارد راه حل هایی پیدا و بعد همه راه حل ها با جزئیات کامل مکتوب شود، در این صورت است که میتوان گفت به توافق نزدیک شدیم. معاون وزیر خارجه ایران در پاسخ به این سوال که شما درباره غربی ها که از امروز درباره یادداشت مشترک یا تفاهم سیاسی لفظی تا پایان 31 مارس صحبت می کنند چه نظری دارید؟ این گونه جواب می داد و برداشت می کرد و می گفت این عبارت هیچ اهمیتی ندارد، تنها هدف کم کردن اختلافات و رسیدن به راه حل است. عباس عراقچی همچنین می گفت تا قبل از این هدف هیچ تاریخی نداریم و برای ما قابل پذیرش نیست. این عضو ارشد تیم هسته‌ای ایران در ادامه اظهارات خود می افزود هم در بحث فنی و هم در بخش سیاسی شکاف هایی وجود دارد، اما مسائل فنی می تواند به بحث های سیاسی کمک کند و در نهایت این تصمیم گیری های سیاسی است که به رسیدن به یک توافق نهایی کمک می کند. عباس عراقچی با بیان اینکه همه هیئت ها در این دوره تا روز جمعه وقت خواهند داشت می گفت وزیران خارجه ایران و آمریکا تا روز جمعه در لوزان هستند و امیدوارم راه حل ها در همین چند روز برای کم کردن فاصله ها راه گشا باشد، که اظهاراتی آکنده از امید بود در اظهارات این عضو ارشد تیم مذاکره هستی. در همین راستا رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مذاکرات روز دوشنبه رو در لوزان رو به جلو توصیف کرد. به گزارش ایسنا علی اکبر صالحی پس از پایان جلسه دو جانبه ایران و آمریکا می گفت جلسه فنی ما با طرف آمریکایی از دیروز بعد از ظهر آغاز شد و احساس می کنم هر بار که در این جلسات شرکت می کنیم مقداری توانسته این به جلو برویم که همین به نوبه خود نشانه مثبتی است. ادامه می دهیم. در این میان خانش مثبت و امید بخشی نیز در میان روزنامه های طیف موسوم به اصلاحات پررنگ تر بود و خود را بیشتر نشان می داد، تا جایی که روزنامه اسرار تیتر می زد که در لوزان همه از توافق می گویند. ادامه با رویدادهای سیاست خارجی. در دیدار وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه کشور پادشاهی بریتانیا آخرین وضعیت روابط دو جانبه در جهت جلو بردن روابط و حل مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری های مختلف در ایران از جمله ایلنا، محمد جواد ظریف و فیلیپ هاموند در بروکسل با یکدیگر دیدار کردند. بنابراین گزارش، ظریف در دیدار با هاموند بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و روند مذاکرات هسته‌ای، تأکید طرفین بر تلاش مشترک کشورهای مذاکره کننده در جهت نزدیک کردن فاصله ها به منظور دستیابی به توافق و نهایت استفاده از فرصت مهم باقی مانده را مورد بررسی قرار دادند. وزرای خارجه دو کشور بر اهمیت افزایش رایزنی ها بین ایران و اتحادیه اروپا تأکید کردند. و اما در آستانه توافق هسته‌ای، تنش‌هایی نیز در کمپ برخی از کشورهای نگران منطقه‌ای پدیدار شد و وارد فازهای تازه‌ای گردید. یک شاهزاده ارشد سعودی در این راستا میگفت که هر گونه شرایطی که بر اساس توافق هسته‌ای به ایران اعطا شود، عربستان سعودی و دیگر کشورها نیز خواستار همان شرایط خواهند شد. ترکی الفیصل در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی که دوشنبه 25 اسفند پخش شد، با اشاره به مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران این گونه می‌گفت: اگر ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی را داشته باشد، این تنها عربستان سعودی نیست که خواستار همین مقدار توانایی خواهد شد. آقای الفیصل تأکید کرده است که من همیشه گفتم که هر چیزی از این مذاکرات بیرون بیاید، ما هم همان را خواهیم خواست. رقابتی تنگاتنگ در عرصه دیپلماتیک بین این دو کشور مهم منطقه. ترکی الفیصل پیش از این رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی و سفیر این کشور در ایالات متحده آمریکا بود. در ادامه به ایران باز می‌گردیم و با رویدادی از حوزه نفت آن سوی خبر را پی می‌گیریم. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز دوشنبه در نشستی خبری در اصلویه گفته است که در صورت لغو تحریم‌ها، تهران قادر است صادرات نفت خود را طی چند ماه تا 1,000,000 بشکه بیش از تولید فعلی افزایش دهد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های مختلف در ایران از جمله ایرنا، زنگنه در این حال افزود که این افزایش احتمالی صادرات در کاهش بهای نفت تأثیری نخواهد گذاشت. در حال حاضر ایران که از مهمترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان به شمار می رود، با تحریم های گسترده ای روبروست و تحریم ها صادرات روزانه ایران را نیز حتی به کمتر از 1,000,000 بشکه رسانده است. ادامه آن سوی خبر با اخبار حقوق بشر و گزارش های حقوق بشری، کماکان بیننده برنامه آن سوی خبر هستید. در تلویزیون ایران فردا، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران گفته است که وضعیت حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بدتر شده است. آقای شهید می گفت ممکن است در صورت توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی تهران گام‌هایی برای بهبود شرایط حقوق بشر بردارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای شهید دوشنبه می‌گفت که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 200 نفر را اعدام کرده است. احمد شهید در یک نشست خبری در شهر ژنو سوئیس می گفت جامعه ایران نگرانی زیادی دارد که پرونده هسته‌ای بر روی مباحث حقوق بشری سایه بیاندازد. از نظر من اگر در تعامل بر سر موضوعات امنیتی بهبود حاصل شود، بهبود بالقوه‌ای در انتظار بقیه موارد به عنوان تعاملی گسترده وجود خواهد داشت. به گفته شهید، افزایش اعدام‌ها و وجود قوانینی که فضا را برای فعالیت سازمان‌های غیر دولتی، جوامع حقوقی، احزاب سیاسی و مدافعان حقوق بشر تهدید می کند، نشانه ای از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی است. و تازه ترین اظهار موضع به واقعه اوباشان شورشی در شیراز علیه مطهری، نماینده مجلس.
بنابر گزارش خبرگزاری ها علی لاریجانی رئیس مجلس در این خصوص می گفت که اتفاقی که در شیراز و چندی قبل در قم افتاد به ریشه داخلی و خارجی کشور لطمه زد و به نظام نیز کمکی نکرد. رئیس مجلس می گفت امیدوارم این مسئله حل شود و دستگاه های اجرایی و قضایی با آن برخورد کنند. رفتارهای مشابه شیراز و قم در نظام به زعم وی مردم سالار و در کشوری که آزادی بیان وجود دارد قابل قبول نیست. رفتارهای از این جنس کار ناصحی است. امیدوارم که جلوی این گونه امور گرفته شود. همزمان حسین ذوالفقاری معاون انتظامی وزارت کشور از شناسایی گروهی در شیراز در ارتباط با حمله به علی مطهری خبر داد. معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور می گفت تا کنون بر اساس مستندات مختلف از جمله عکس و فیلم هویت بیش از 10 نفر از افراد شناسایی شده که مقرر گردید زیر نظر دادستان اقدامات لازم صورت بگیرد. این مقام گفته است مقرر شده که دستگاه های اطلاعاتی متشکل از اداره کل اطلاعات استان، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران مستندات و تحقیقات خود را تحت نظارت دادستان ترکیب و تلفیق کنند. در همین زمینه و مضمون از سوی دیگر محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس درباره برخوردهای صورت گرفته با علی مطهری اظهار نظری متفاوت و کمی متمایز می کرد و می گفت ما مقوله قانون شکنی و اجرا یا اعمال قانون توسط افرادی غیر ضابطین حاکمیت را قبول نداریم. اما با هنر همزمان مطهری را مجدد مورد انتقاد قرار داد و به او هشدار میداد که مراقبه پیامد رفتارش برای خانواده خود باشد. با هنر گفته رفتارهای صورت گرفته با مطهری قابل تایید نیست، ولی رفتارهای وی فریاد میزند پلیس بیا منو بگیر. آقای با هنر در همین رابطه میگفت البته برخی سیاسیون هم باید رعایت کنند. مطهری بعضن حرفهایی میزند و رفتارهایی دارد که به قول معروف فریاد میزند پلیس بیا منو بگیر. اگر ایشان خودشان هم بیشتر رعایت کنند برای خود و خانواده ایشان مفید خواهد بود. اظهار موضع این دو چهره اردوگاه اصولگرایان با بازتاب گسترده ای در روزنامه های هر دو طیف منتشر در تهران مواجه شد، از جمله روزنامه ابتکار با برداشتی دیگر از پشت پرده کمپ اصولگرایان با ترسیم لاریجانی و باهنر با تک واژه یوم الفصل خبر از علنی شدن اختلافات لاریجانی و باهنر با برگزاری همزمان نشست های خبری خبر داد و از آن به عنوان روز جدایی میان این جناح ارتجا در ایران یاد می کرد. در واکنشی دیگر از سوی چهره های اصولگرایان کامران لنکرانی وزیر بهداشت دوره احمدی نژاد از کسانی انتقاد کرد که برای مطهری سخنرانی گذاشتند. آقای لنکرانی در نامه ای که در دفاع از امام جمعه شیراز منتشر کرده بود این گونه می نوشت که شورای تأمین امنیت استان فارس حکم به لغو مراسم سخنرانی این نماینده داده بود، ولی برخی مسئولین دانشگاه بر برگزاری جلسه به هر قیمت تأکید کرده و علارغم مصوبه شورای تامین برای برگزاری جلسه تأکید داشتند. در این راستا نیز برخی از روزنامه‌ها نسبت به کمکاری‌های استاندار گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر می‌کردند، از جمله روزنامه منتسب به تحول‌خواهان و اصلاح طلبان آفتاب یزد به نقل از وزارت کشور پرده‌ای تازه کنار می‌زد که عزل استاندار فارس بررسی می شود. کماکان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید با خبرهای مختلف از جای جای ایران و جهان. جدال جدید بودجه ای بین شورای نگهبان و مجلسیان. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان از اتمام بررسی لایحه بودجه سال 94 مصوب مجلس شورای اسلامی خبر میداد. به گزارش رسانه‌ای به نام تسنیم آقای ابراهیمیان گفته است با توجه به اینکه پیش از این شورای نگهبان از 15 بند مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه سال 94 ایراد گرفته بود و روز گذشته نیز مجلس ضمن رفع ایرادات بندها را مجددا به شورا
ارسال کرد، شورای نگهبان نیز این موارد را مجددا بررسی کرد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، پس از رفع ایرادات توسط مجلس می توان گفت که بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور بررسی در شورای نگهبان پایان یافته و امروز شورای نگهبان در نامه ای رسما تایید و تصویب لایحه بودجه سال 94 را به مجلس ارسال می کند. در کنار این خبر بودجه ای، معلمان و صنف آموزش و پرورش نیز کماکان در صدر تنظیم بودجه قرار گرفته و از کاهش بودجه ها مطالب زیادی منتشر شد. در این میان مصطفی ناصری زنجانی معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش این گونه می گفت که در صورت تصویب لایحه رتبه بندی معلمان حداقل 150 هزار تومان به کف حقوق معلمان افزوده می شود. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش همچنین استفاده از واژه واگذاری را در طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اشتباه می دانست. ناصری می گفت که مجلس جلوی واگذاری ها را گرفته است. این طرح اکنون به شورای نگهبان رفته و ما نظر خود را نیز اعلام کردیم. در همین رابطه و در همین مضمون معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره این طرح می گفت: ما در ازای حق و زحمه مدارس را اجاره می دهیم، بنابراین آموزش و پرورش مدارس را به بخش خصوصی واگذار نمی کند. ناصری می گفت: می توانیم امر آموزش را در قبال پرداخت حق و زحمه از اشخاص کاربلد این امر بخریم، در مقابل یا وجه می پردازیم و یا مدرسه را اجاره خواهیم داد. مجدداً جنگ تجدد و سنت در سرزمین کهن اهرام ثلاثه مصر. در تازه ترین اخبار دریافتی می خواندیم که دادگاهی در مصر محمد بدی رهبر اخوان المسلمین مصر و 13 عضو ارشد دیگری این گروه را به اعدام محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های مصری این افراد دیروز به خاطر اقدام مسلحانه علیه حکومت محکوم شناخته شدند. آقای بدی 11 ماه پیش نیز بر سر همین اتهامات به اعدام محکوم شده بود، اما حکم او بعداً به حبس ابد تقلیل یافت. دولت مصر به رهبری عبدالفتاح سیسی اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی توصیف می کند و در این گروه گنجنده است. در پی برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر در ژوئیه سال 2013 مرداد سال 92 که به گروه اخوان المسلمین نزدیک بود، اعضا و همکاران این گروه زیر فشار شدید حکومت قرار گرفتند. در آپریل 2014 معادل اردیبهشت سال 93 یک دادگاه به طور دست جمعی 683 نفر از جمله محمد بدی رهبر اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد. هرچند حدود 3 ماه بعد بدی و 36 نفر دیگر از محکومین به اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شدند. و در ادامه رویدادهای امشب، بالاخره آیین شوراگین چهارشنبه سوری و آیین نامه های حکومتی علیه این آیین دیرین ایران زمین. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران می گفت برای چهارشنبه پایان سال و مراسمی که طبق رسم و رسوم در سراسر کشور انجام می شود تمهیداتی اندیشیده شده است. آقای امیری روز دوشنبه اشاره می کرد که با این حال با اقداماتی که شده توانستن تا حد ممکن از توزیع مواد منفجره خطرناک جلوگیری کنند تا شاهد حوادث ناخوشایند نباشند. سخنگوی وزارت کشور از مردم خواست با مأمورین نیروی انتظامی و راهنمای رانندگی و مسئولان همکاری کنند. جمعه گذشته با نزدیک شدن به مراسم چهارشنبه سوری، احمد خاتمی امام جمعه تندخوی تهران خواستار جلوگیری از آتشبازی چهارشنبه سوری شده و گفته بود آتشبازی هیچ منشأی ندارد و تجاوز به حقوق دیگران است و از نظر شرعی ایذای مؤمنان حرام است.
نکته جالب توجه این که روزنامه‌های مختلفی نیز امروز به این موضوع پرداختند، از جمله روزنامه شرق، روزنامه شهروند که تیتر اصلی خود رو با همین موضوع آراسته بود که با آتش بازی نه. و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال به پایان میرسد. برنامه گزارش روز بلافاصله پس از آن سوی خبر پخش خواهد شد که مروری تکمیلی و تفصیلی است بر اهم رویدادهای پخش شده در آن سوی خبر. ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از محضر یکایکتان خداحافظی میکنم. با درودی نو شامگاهی دگربار و سویه های تازه تری از آن سوی خبر در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.